رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر هلاکویی، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. آقای دکتر هلاکویی، من مستقیم میرم سر اصل مطلب، خیلی معطل نمی کنم. من یه دختر در مورد دخترم خدمتتون زنگ میزنم. دخترم 12 سالشه و میدل اسکول هست، کلاس هفتمه. من فرزند دیگری دارید یا نه؟ نه، من سینگل مام هستم، جدا شدم، ولی دختر من یه خواهر و برادر کوچکتر از خودش داره. یه خواهر 9 ساله داره و یه برادر 7 ساله داره. ولی دخترم با من زندگی میکنه. نه سب. تایم های جان. نه، در چه سن که دخترتون بوده شما جدا شدید؟ 10 ماهش بود که ما جدا شدیم. خب بنابراین از 10 ماهگی دخترتون با شما بوده تا الان، درسته؟ بله، دقیقا. بله. پدرش ازدواج کرده و از اون ازدواج دو تا بچه داره. دقیقا، بله. خب بله. چه رابطه بین دخترتون و پدرش هست از در رفت و آمد و اقامت و اینها؟ بسیار عالیه. طبق قانون که بودش که هست کنار، ولی پدرش رو دائم میبینه، پدرش ساپورت میکنه، با هم هستن، دنبالش میره مدرسه میاد، یعنی در حقیقت همیشه در کنار دخترش هست و ساپورتش کرده، چه فاینانشالی، چه ایموشنالی و احساسی، و همیشه در کنارش بوده. مسافرت ها، همه چی به عنوان یک پدری که باید انجام بده انجام داده تا الان. ولی خب دیگه جدا هستیم دیگه، من خونه خودم هستم، پدرش هم توی زندگی جدا داره. به من بفرمایید که هر دوی شما چند سالتونه؟ من 51 سالمه و پدرش 55 سالشه. اون وقت پدر بعد از جدایی از شما ازدواج کردند و فرزندانی دارند. حالا دختر شما به اون خواهر و برادر الان ناتنیش چگونه نگاه میکنه؟ اونا رو کی و چی میدونه؟ بسیار عالی هن آقای دکتر، با هم خیلی خوب هستن، روابط بسیار خوب و خونگرم و عاطفی خوبی دارن. یعنی من اصلا کاری نکردم که احساس بکنن که اینها از هم جدا هستن، هم من هم پدرش. یعنی واقعا دختر. خب شما واقعیت ها رو چی کار میکنید؟ چون من میخوام اینقدر این تصویر واقعیت خیلی ساده است. دختر شما رفته اونجا با یه خواهر برادر است که اینقدر هم خوبه، پدرش هم اونجاست. چرا بخواد بیاد خونه پلو شما تنها؟ خب چه ایرادی میتونه داشته باشه آقای دکتر؟ مثلا میگم ایرادی داره. من میگم ایراد داره. یعنی خوب. اگر یه دختری دوتا خواهر و برادر داره تو این سن، با پدرش هم خوبه، با مادرش هم خوبه، با اونام خوبه، وقتی میره اونجا ما بچه‌هامون بعد از اون مثلا فرض کنید بچه‌های من با برادرام اینا تمام التماس میکردن یه سال دو سال بیشتر با هم باشن. حالا فرض کنید دختر شما رفته اونجا با اونا دو روز مثلا بوده، شنبه و یک شنبه، معلومه الان غمگین میخواد بیاد خونه، نه به خاطر پدرش، نه به خاطر شما، نه به خاطر خونه، بلکه به خاطر اینکه از اونا دور میشه. یعنی میخوام بگم این تصویری که شما میسازید رو متوجه هستم، اون برمیگرده به خوبی شما و همسر سابقتون، ولی دخترتون چگونه به این موضوع نگاه میکنه؟ نه، کاملا درک کرده که وقتی که میاد خونه، یعنی با غم و اندوه و ناراحتی از اونا جدا نمیشه. کاملا این براش تفکیر شده است که این روزا و این ساعتایی که هستش با خواهر و برادرش و با پدرش و با خانم پدرشون هستن و موقعی هم که میاد منزل با من هست. یعنی کاملا اینو درک کرده، چون از کوچیکی که 10 ماهش بوده این اتفاقا پیش اومده و عادت کرده و اوکی هم هست. یعنی با ناراحتی هیچ وقت نمیاد خونه که بگه آی مثلا من اونجا بهترم، فان دارم، اینجا تک تنها هستم. نه، دیواید کرده، قشنگ میاد اینجا آرامششو داره، با من هستش، مدرسهش، درسش، بعد اونجا که میره با پدرش، فامیلای پدرش حالا هستن، خواهرش، برادرش، ویکندشه یا وسط هفته است. نه، چیز کاملا تفکیکش کرده آقای دکتر. از اون بابت من چون رو خط رادیو هستید میگم اصلا حرفتون رو قبول ندارم. نه، میپذیرم عزیز من. من ترجیح میدم با برادران باشم یک هفته، حوصله کسی دیگر برای یه ساعتم ندارم. یعنی این نشانه این نیست که من فهمیدم، فهمیدنی نیست مسئله.
چه ارتباطی به فهم داره؟ چه ارتباط داره بچه یه ساله دو ساله باید در بازی میکنه برش دارید بیاد بگید ما باید بریم بعد اینا رو میفهمه؟ بیاد از اون بگذاریم. شغل شما و همسر سابقتون چیه؟ همسر سابقم که تو آیتی هستش، مهندس کامپیوتر هستن. من خودم بیزینس دارم که پرووایدر دیکر هستم. خودم مانتسوری دارم، بیزینس اونر هستم. بسیار. خب حالا چه خبر است و موضوع دخترتون چیه؟ بله، راستش آقای دکتر این یه نقطه مربوط مدرسهش هست. تقریبا دو ماهی هستش که این اتفاق براش پیش اومده. با یه عده دوست بودش، هلوهوش گروهی دوست بودن که فکر کنم مثلا 12 نفر بگین حالا بودن، و این متاسفانه یه مسئله لوس شده، یه قضیه ای، و فکر میکردن که دختر من این قضیه رو عنوان کرده و گفته، در صورتی که همچکاری دختر من نکرده و پروف هم کرده به این گروه، ولی گروه همچنان همدیگر رو ساپورت کردن و شروع کردن به سایبر بولی کردن دختر من. شانیا دختر من بسیار تونسته روشون استنداب بکنه، صحبت بکنه و مقاومت کرده و حتی پروف هم کرده، گفته نه من نگفتم به این دلیل به این دلیل. نه آخه پروف کرده، اونا پذیرفتن یا نه عزیز من؟ نه میتونم... نه پذیرفت. خب پس بنابراین این چه پروف؟ چیزی رو پروف نکرده، در خودش از خودش دفاعی کرده که پذیرفته نشده. حالا چی بوده اصلا موضوع؟ چی بوده موضوع؟ موضوع این بوده که توی اون گروه یکی از دوستاشون از یه پسری خوشش می اومده، اون پسره خبر نداشته، بعد این لوس شده قضیه و گفتن دختر من رفته به اون پسره گفته که از اون دختر از تو خوشش میاد، در صورتی که دختر من اصلا با این پسر نه صحبت کرده نه هیچی، ولی اونا گفتن نه چو افتاده که نه تو رفتی گفتی که فلانی از این پسر خوشش میاد. بعد دیگه شروع کردن به این تکسای بولی دادن و سایبر بولیش کردن و رد میشن تنه میزنن و هی با هم اتتود توی مدرسه نشونن. خلاصه خیلی این مقدار رابطه خیلی خوبی رو ایجاد نکردن برای دختر من، که دختر من رفته حتی با اون پسر صحبت بکنه که تو چرا برگشتی گفتی که من این کار کردم، در صورتی که میدونی من نکردم. تو اون گروه 5 نفر دیگه هم میدونستم غیر از دختر من. بعد پسر فرار کرده و اصلا وای نستاده با دختر من صحبت کنه. این جریان اینقدر بزرگ میشه برای این گروه و دختر من که توی حیادی روز وای میسن استنداب میکنه و جلوشون صحبت میکنه و حالت فایت میشه، ولی فایت گفتگویی. بعد اینا رو توی دفتر میخوان. توی این مدت هم دختر من دائم با ناظمشون در حقیقت میرفته صحبت میکرده و اون در تمام جریانات این کارها و رفتارها بوده. بعد که اینا رو صدا میکنن شب عصرش که میاد خونه، دیدم حالش خیلی بده و رنگش فریده و شروع کرد با من صحبت کردن و گریه کردن و اینها، که بعد دیگه من دیدم نمیشه و با پدر صحبت کردم، گفتم من فکر کنم ما باید بریم مدرسه و آفیس و این جریان رو جدیتر بکنیم، چون الان تقریبا 1 ماه گذشته و این دختر من هر روز اینی که مثلا دوستاش همیشه مدرسه بره و اینا نمره های تمام عالی، الان میترسم افت کنه و واقعا دوست نداشت هی بره هر روز، چون اینا رو میدید و اذیتش میکردم. تو این فاصله با کلاس های بالاتر تونست دوست پیدا بکنه، 3 تا دوست دیگه با اون بودن، اونا دختر من رو ساپورت میکنن، ولی با هم کلاس های خودش نو اصلا، همه کیک آوتش کردم. ما رفتیم مدرسه با پدر صحبت کردیم، ناظم میدونست، پرینسیپال میدونست، پرینسیپال اسیستن میدونست، همه میدونستن که قرار شد که دختر من رو با دختری که مثلا این کار رو با هم کردن و تراپیست دارن مدرسه اینا رو بکشه وسط. این دوتا رو کشیده وسط. بعد که با هم صحبت کردن، دختر من هرچی بود و نبود و حقیقت بود بهش گفته، اون دختره نیمه پذیرفته، ولی گفته که نه این کار رو با اتیتو و این تکسایی که بهت شده رو من نکردم، تلفن من رو بچه ها گرفتن و بچه ها از طرف من به تو دادن، ولی تلفن مال من بوده. این جریان اینجوری میشه و دختر من بهش میگه که نه تو
در ساعتی که تلفن مال تو بوده، ولی پس تو هم شریک بودی که اینا فرستادن. تو نمیتونی اسکیوز بی خودی بر من بدی، تو باید از من عذرخواهی بکنی چون من خیلی حرف کردی، چون من این کارو واقعا نکردم. دختر جست و گریخته یه سوالی به این میگه و این جریان تا حدی سرپوش گذاشته میشه، ولی الان دیگه دختر من اوت، بیرون از اون است که با سه تا دختر دیگه ایجوز شد. ولی چیزی که من یه مقدار ناراحتم میکنه، الان یه جست و گرفته شبا خیلی ناراحت میشه و گریه میکنه. یک دفعه میگه مثلا من حیفه که از این گروه اومدم بیرون، دوست داشتم با این گروه باشم، یکی از دوستای صمیمیشم تو این گروه هستش که از الیمنتری با هم بودن، اونم رفته با اونا رو ساپورت میکنه و این خیلی الان ناراحته. من خیلی مثلا آرومش میکنم، ولی نمیدونم آقای دکتر هولاکوی در این مورد چجوری من اینو آروم کنم که به هیچ ضربه ای نخوره، چون احساس میکنم ممکنه به هیچ ضربه ای وارد شده باشه یا در آینده ای. نمیدونم اصلا گیر کردم آقای هولاکوی. مسئله اولا موضوع جدی است. در مرحله اول میدونید من باورم همیشه این است که تعداد دوستا قرار نیست از 5 بگذره. علتش این است که وقتی تعداد بچه ها از 4 و 5 میگذره، بچه ها همیشه میرن به سمت بدترین فرد و بدترین پیشنهاد، در حالی که وقتی 2-3 تا هستن میرن به سمت بهترین فرد و بهترین پیشنهاد. این که میفرمایید در 12 نفرن مسئله است، یعنی همین یه سوء تفاهم. خب این اولین گرفتاری است که قرار نبوده یه چنین جمع. دوم، روز اولی که این اتفاق افتاد، اگر به همین اندازه براتون مهم و جدی بود که شاید میشد فهمیدش، قرار این بوده که شما و همسرتون برید مدرسه و بعدن یکی دو تا از این بچه ها که بیشتر در حقیقت معرکه رو در اختیار دارن، چون معمولا همه شون یه اندازه نیستن، پدر و مادرای اونا رو بخوان و بشینید صمیمانه و دوستانه با هم صحبت کنید و از اونا بخواید که مثلا دختراشون، اون یکی دو تا دختر شهر رو به راه بیارن که این کاری نکرده و در نتیجه حتی یک دو تا برنامه جمعی این 12 تا رو میذاشتید یا شما حتی دعوتشون میکردید به چیزی و رابطه رو برقرار میکرد، چون اون کار باید قبلا صورت میگیره. اینو من چون برنامه برای بقیه است و دارم خدمتتون عرض میکنم، این تو این گونه موارد نمیشه گذاشت، ببینیم چه خواهد شد. ولی الان که به اینجا رسیده باید ببینید دخترتون چه میخواد. یعنی ای بسا دخترتون میگه من خواهم از این مدرسه برم، مثال ببریدش بره یه جایی دیگه، ولی این که رفته با که بچه های بزرگتر اون کار به جایی نمیبره، بعدم از اونجا هم سرخورده میشه و بدتر اذیت میشه. باهاش که صحبت میکنم میگه مامان، بهش گفتم مامان میخوای که ما مدرسه تو عوض میکنیم، هیچ ایرادی نداره. گفت نه من اوکی ام توی مدرسه. گفتم خب پس مامان الان واقعا نمیدونم چی کار میخوای بکنی. گفت اصلا من الان به این منطقه رسیدم که خوشحالم که با اینها دیگه دوست نیستم، تو من متوجه شدم که اینها منو دوست نداشتن و منو تارگت کردن، چون تمام اون گروه کسایی بودن که از 5 و 6 با هم بودن و دختر من جدید وارد اونا شده بوده، اونا همه با هم بودن. خب همینه دیگه. بله اینو میگه، خودش به این نتیجه رسیده. آکه بنابراین اگر هست همین فقط کمکش کنید بگذارن، چون ببینید بچه ها وقتی وارد میشن اشکال کار اینه، من میشه عرض کردم وقتی بچه ها وارد یه جمعی میشن، اون سیرکل آف فرندی که هست، یا میذارنش وسط مسخرش میکنن یا میذارنش بیرون بهش محل نمیذارن. همینجاست که من با مهاجرت بین 5 تا 15 مخالفم، برای که امکان نداره بچه ها به این راحتی جا باز کنن. دختر شما به جمعی پیوسته که نباید میپیوست، البته خب اینا چیزی نیست که ما بدونیم. حالا اگر خودش باش راحت هست و به این نتیجه رسیدی که اونا لیاقت منو نداشتن و آدمای خوبی هم نبودند و دوستان خوبی هم یا دوستان خوبی هم نبودند و خوب رفتار نکردن، من بدون اونام خوب و خوشم، کاری به کارش نداشته باشید. ولی معلومه که این مسئله تو این سن و سال به بچه ها سخت آسیب میزنه. علتش هم ملاک این که من چقدر خوبم یا خواستنی هم یا دوست داشتنی هم پاسخ یا واکنش دیگرانه و اونه که مسئله است. ولی اگر سال دیگه خواست بره مدرسه دیگه ببرید. بعد آقای دکتر هولاکوی مثلا گاهی وقتا که با من حرف میزنه، من خب سعی میکنم آرومش کنم، یعنی میگم مثلا میگم آره ماما حق با توه، درسته، متاسفم این اتفاق برات پیش اومده،
شاید خب قوی ترت میکنه، میتونی بیشتر تصمیم بهتری بگیری، برات شاید همی بهتر شده. بس که اینجوری باید صحبه میکنم، میگه مامان من فقط میخوام حرف به میخوام تو گوش کنی، اینا رو به من نگو، من میخوام فقط به من اصلا گوش کنی. ببینید عزیز من، چون پیام آمده نه سب کنیم جمله رو کوتاه میکنم، اگر خواستیم بعد از پیام ببینید. رابطه پدری و مادری با بچه ها 10 به 1، 10 تا جمله بچه 1 جمله پدر مادر. در شرایط تینیجر و یا وقتی اشکال 20 به 1، اصلا بچه ها احتیاج به زبان گویا و راهنمایی و توصیه و پند و اندرز یا نمیدونم مواظبت و مراقبت ندارن. 2 تا گوش شنوا میخواد. دختر شما میخواد نیم ساعت حرف بزنه و شما هم تو بغل بگیریدش، نوازشش کنید و بشنوید. ابدا قرار نیست توضیح بدید، جواب بدید و پاسخ این که نمیدونم هم حرف خود شاید این بهترین زمینه ای رو برای آرامش رو فراهم کنه. ابدا قرار نیست شما بهش بگید چه و چه، ولی ناچارم چون بقیه میشنوند ماجرای جدایی یا طلاق و بچه های پدرش هم در این ماجرا دخالتی دارن. یعنی به هر حال همونطور که متاسفانه عرض کردم اون زخم ها چیزی نیست که تو آدمای بزرگ اثر میذاره چه کودک، ولی شما فقط 2 تا گوش شنوا براش باشید، زبان گویا نباشید مگر اینکه مشخصا از شما سوالی میکنه یا نظری میخواد. در غیر این صورت اظهار عقیده و نظر نکنید. مثلا آقای دکتر گاهی وقتی که میخواد توی این مسئله اینا، نه همین که براش اتفاق افتاده، نه توی دوستاش که مثلا حرف میخواد بزنه یا تکس، چون این مسئله یه مسئله بودش و خودش نمیتونست کاملا حلش بکنه، مثلا میاد میگه ماما مثلا اون یکی که جزء اون گروه بوده اومده به من این حرف رو زده، من اینو بهش گفتم، به نظر تو خوب گفتم یا نه؟ شما هم نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید، ولی کوتاه بگم. من یه چیز دیگه که خیلی درمونش کانسرن هستم اینه که میگم این سر این مسائل ها خیلی با من میاد صحبت میکنه و دوست داره که حرفی که به من میزنه، مثلا میخواد یه تکستی بره یا یک جوابی رو به دوستش بده، با من هماهنگ میکنه و ایونچولی هم من میبینم که خب به حرفم گوش داده و مال خودش و مال من میکس کرده، حالا مثلا داره مینفته میده. میخوام ببینم که این کار خوبی میکنه، با من مشورت میکنه. آخه با کی صحبت میکنه؟ با کی داره دنبال این ماجرا رو میگیره عزیز؟ با همون بچه ها؟ بله، گاهی وقتا یه تکستایی رو بهش میدن، چون میدونیم که الان سایبر بولی هایی که میشه خیلی. نه اونا رو متوجه هم خیلی، خب بلاک آه. کنن همه رو برای مدت همه رو کرده، خب پس پس بند دوست های مشترکی دارن، یه گاهی وقتا میان به این یه تکستایی میدن که اینو خودش میگه ماما منو دارن تریک میکنن باز و دارن منو امتحان میکنن که منو این باف کنن. این مثلا میگه که ماما من میخوام بهش بگم که لطفا منو این باف نکنی و فایدهش چیه این حرفا؟ از که تارا آدم به دشمنش، به کسی که قصد و نیت بدی داره بگه لطفا این کار نکنی، میذاره کنار. بهترین کار بی‌اعتنایی است. یعنی همه رو بلاک کنه، میگه دقیقاً به مدت 1 هفته 2 هفته ول کنن، این ماجرا رو تموم کنن عزیز، و الا به جایی نمیرسید شما. درسته. بعد این وقتی که با من مشورت میکنه کار خوبی میکنه. بشنوید. وابسته نمیشه. خب وابستگی من خانم، شما یه دونه بچه دارید، جدا شدید. پدرش ازدواج کرده، شما معلومه مسائل و مشکلاتی خواهید داشت. برای دلش خواد با شما صحبت کنه، اگرم پرسش هایی داشت که دیدید یه ذره براتون مبهمه، خودتون با یک کسی مشورت کنید. اگرم موقع دلش خواست شما و او با هم نه بدلی کار روان درمانی تراپی، برای همین بحث ها با یه خانم روانشناس آگاهی برید بشینید، ستای حرف بزنید، کار رو بکنید، ولی تا اونجایی که ممکنه مشغولش کنید. یعنی باز همون قاعده اصلی، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد فکر بعد باقی نمونه. بعدم اگه بتونید سفری برنامه فرض کنید، تعطیلات که هست، یه برنامه درست کنید که اصلا برید، و بعدم تلفن ها به گونه ای باشه که مزاحمتی نباشه، ولی که اینا زخمایی است که با روش مرهم گذاشته بشه که به تدریج خوب بشه، ولی با دوباره به خون ریزی وادار کردنش معالجه ای صورت نمیگیره. اوکی باش. برحال باش. ممنونم. مرسی.